ساعت پیش گفتگویی با دکتر ابراهیم روشندل، کارشناس روابط بین الملل از واشنگتن داشتم و از او پرسیدم آیا با توجه به تلاش‌های چین برای مخفی نگه داشتن مسئله سرکوب مسلمانان اویغور این حقیقت به فراموشی سپرده خواهد شد؟ پاسخ دکتر ابراهیم روشندل در این زمینه ببینیم و بشنویم. از سلام و درود خدمت شما و تشکر از بابت دعوتتون به این برنامه خوب. خدمت شما عرض بکنم گزارش های مکرری در رابطه با نقض حقوق بشر و ایجاد کارگاه های اجباری برای مردم اویغور توسط دولت کمونیست چین هر روز ما میشنویم و ابعاد این قضیه مبنی بر جرایمی که علیه مسلمانان اویغور در این کشور انجام میشه روز به روز در حال افزایش است. نکاتی که میشه در این رابطه به طور مشخص بهش اشاره کرد اینه که دولت چین با توجه به پشتوانه در واقع قدرت اقتصادی جهانی خودش همواره از این ابزار به عنوان یک اهرم فشار علیه گروه ها و کشورهایی که معمولا روی ابعاد جرایم ضد بشری مخصوصا در مورد اویغورها توجه میکنن یا تمرکز میکنن از اونها علیه افراد دیگه استفاده میکنه. میتوان گفت که پرونده هایی که برای نقض حقوق بشر علیه اویغورها تشکیل شده و در واقع توسط دولت چین این جرایم روز به روز در حال افزایش است، این فشارهای بین المللی تا چه اندازه میتونن موثر باشن برای در واقع کاستن و توقف یک چنین جنایات در قرن حاضر. لازم هست به مواردی در این رابطه اشاره بشه. اون چیزی که در دولت در میان تصمیم گیران دولت آمریکا وجود داره و چه در جایگاه مجالس سنا یا کنگره و همچنین مقامات وزارت خارجه آمریکا بارها در این رابطه اطلاع رسانی کرده. نکاتی که ما در آمریکا شاهدش هستیم اینه که سیل صادراتی که یا روند رو به افزایش صادراتی که دولت چین همواره بالغ بر بیش از 200 میلیارد دلار همواره به آمریکا داشت یه سالهای اخیر، این رقم کم شده و از دولت ترامپ به بعد ما شاهد کاهشی رقم هستیم. البته در دولت آقای بایدن یک مقدار این مسئله دوباره افزایش پیدا کرده، ولی اون چیزی که وجود داره اینه که اهرم‌های فشاری در کنگره و سنا مبنی بر تعطیلی یک سری اپلیکیشن ها مثل تیک تاک یا همچنین اپلیکیشنی به نام تیمو که طبیعتاً مثل آمازون فعالیت میکنه ولی گفته میشه که تمام اون ابزارالات و فراورده ها توسط همین کارگرانی ساخته میشه که دولت چین اونها رو به اسارت گرفته و از اونها به نفع خودش کار اجباری میخواد و نسل کشی رو در واقع در فرایند نهایی و علیه این افراد بیگناه رقم میزنه. بنابراین من فکر میکنم که فشار جامعه بین‌المللی روز به روز باید افزایش پیدا بکنه و در جهت تحریم تدریجی برخی از محصولاتی که دولت چین به صورت عمده روی اونها سرمایه گذاری کرده برای کسب درآمد، باید ما نظام بین‌الملل رو به این سمت سوق بدیم. امیدوارم در گزارش های بعدی که طبیعتا در این رابطه بیشتر صحبت خواهد شد ما بتونیم ابعاد بیشتری رو در این رابطه مورد بررسی قرار بدیم. خیلی ممنونم.